به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می کنم جناب دکتر میر جلال الدین کزازی، بسیار خوش آمدید به گفتگوی تنهایی، در خدمت شما هستیم. به نام خداوند جان و خرد، کزین برتر اندیشه بر نگذرد. خرد افسر نامداران بود، خرد افسر شهریاران بود، خرد زیور نامداران بود، خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دستگیرد به هر دو سرای، خرد بهتر از هرچه ایزدت داد، ستایش خرد را به از راه داد. من هم به شما و همکارانتان در این برنامه فرهنگی و اندیشه ورزانه درود میگویم، برای یکایک از درگاه دوست، از اون خرد برین گوهرین بیمانند کامگاری و بختیاری روزافزون آرزو دارم. سپاس جناب دکتر کزازی. در زندگی روزمره، همین زیست جاری، چقدر بر این گزاره باور دارید که در هر نفس دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شکری واجب؟ من باور دارم که دمها وارونه آنچه بسیار کسان میانگارند یکسان نیستند. هر دمی دمیست دیگر، چیستی و چونی دیگرسان دارد. دمی که سپری شد، بله، جاودانه سپری شده است، هرگز باز نمیگردد. از این روی هر دمی خود به تنهایی دهش ایزدی است. به پاس این دهش باید خداوند را سپاس گذارد. یکی از پرسمانهای بزرگ ما آدمیان آن است که دمها را یکسان میبینیم و میدانیم، گذر زمان را به یاری زمان سنج میشناسیم، اما هر دم بستر پیوندی است با دوست. اگر دمی در ناآگاهی، در بیخبری، در خفتگی گذشت، هرگز دوباره به دست نخواهد آمد. هر دم دریست که به سوی دوست گشوده میتواند شد. آدمی میباید سپاسگزار دمی که فرو میرود و دمی که برمی آید باشد. او در آن دم هاست که چهره بر ما می گشاید. در هر دمی ما چهره دیگر از او را می بینیم. پس اگر اون دم به بیهودگی بگذرد، اون دیداری که هرگز دوباره نخواهد شد از دست رفته است. دمها که دمادم بر شما و بر ما نیز ای زن میگذرد، چه میکنید که رنگ تکرار به سان پار و پیرار نگیرد
رنگ تازگی داشته باشد برای دیدار یار و برای لحظات بیمانند کم تکرار. ما باید خود را بیابیم، آسان نیست یافتن خیشتن. چگونه خود را خواهیم یافت؟ با گم کردن خیش. ما هنگامی خود را فرا دست می آوریم که خود را از دست داده باشیم. من کتابی نوشتم، اگر از این کتاب یاد می آورم، از اون روست که نامی که بر این کتاب نهاده ام گویای زمینه ایست که اون را بر می رسیم و می کاویم. به قاعده و به ثواب است، بفرمایید. نام آن کتاب این است: دمی بی خیشتن با خیشتن. ما اگر میخواهیم با خود باشیم، به ناچار باید خودی خیش را پیش از آن فرو نهاده باشیم. تا من در چنبر چیرگی من و تنم، خود را هنوز نیافتم، نشناختم. هنگامی خود را میابم که من به او برسد، اون من خرد پاره جزئی، در اون من فراگیر شگرف، در منی که هستیست رنگ باخته باشد. ستبرترین بارو، دشوارترین دیوار، بزرگترین بت من است. این کار کاری نیست که سر بتواند کرد. من باید از سر گذشت به دل رسید. کار سر آموختن است، اندوختن است، انباشتن است. کار دل زدودن، ستردن، آشفتن. دل رشته های گوناگون بیشمار سر را یک به یک می گسلد. دلی که افروخت آینه است. آینه چیست؟ کار آینه کدام است؟ بازتافتن فروغ، روشنایی. اگر آینه پرتو را باز نتابد، آینه نیست. هر جا فروغی هست و آینه ای، اون آینه اون رو باز میتابد، بی اون که بخواهد، بی اون که بداند، بی اون که بجوید. ذاتیست. چرا؟ چون آینه هست. جناب دکتر، شما در توصیف و تشریحی که از سویه ای از استحاله در معبود دادید، به تعامل و تقابل عقل و دل، دل جان، جان 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 اشاره داشتید. در کنار این گزاره کجا می ایستید که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود؟ داستان همان است که سخت کوتاه گفته آمد. مولانا هرگز بران نیست که برهان، استدلال، پویش های ذهنی، به کار گرفتن خرد
بیهوده است. کسی که به جای پای گوشتین و راستین که اون رو از دست داده است پای چوبین دارد، اون رو نمیتواند اون چنان که میخواهد در فرمان بیاورد به کار بگیرد. با اون پای چوبین لنگان لنگان راهی را میتواند سپرد، راهی که اون کس که پایی راست دارد در دمی چند میپیماید، او شاید در چند روز بسپرد. اما اگر من رهرو به جای پای پر می داشتم، اون راه دراز را در زمانی بسیار کمتر می پیمودم. کودک چگونه رفتن را می آموزد؟ رده های گوناگون هست. نخست خود را بر زمین می کشد، سپس می نشیند و نشسته می رود، اونگاه لرزان بر دو پای می ایستد. اگر مادر پدر او را یاری نرسانند، بیدرنگ فرو می افتد. با یاری دیگران اندک اندک گام بر می دارد، راه رفتن را می آموزد، سپس می ورزد. دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت. شیوه راه رفتن را می آموزد. نخست کند می رود، سپس تند. گاه می تواند جست، اما این راهی نیست که با پای بتوان اون را پی بود. زمان زندگی ما بسنده نیست پیمودن این راه را. پس تنها چاره این است که ما پای را به پر دگرگون کنیم. خرد هرچه نیرومند، هرچه تیز پوی، هرچه تند پای باشد، در جایی در میماند. چه نیرویی است که ما را به پیش خواهد برد؟ شیفتگی، دلباختگی. چرا دلباختگی و شیفتگی؟ برای اینکه نیروی دلباختگی نیرویی است سهمگین، تاب شکن. شما اگر از دل شده نمونه را بپرسید چه رنگی را دوست می‌داری، او بیدرنگ پاسخ نخواهد داد، درنگی خواهد کرد، خواهد اندیشید که اگر دلدار می بود چه پاسخی می داد. پاسخ او پاسخ دلدار است. چرا؟ چون در او رنگ باخته است. هیچ نیروی را نمی شناسیم که تا بدین پایه چیره باشد، بتواند من را از سر راه بردارد، اون بت بزرگ را فرو بشکند. ابراهیم وار. پرسوختگی کجای ماجراست؟ چگونه می شود به آنچه اندر وهم ناید آن شبم نزدیک شد؟ پرسوختگی هنگامی است که با پر هم نمی توان پیمود اون چرا پیمودنی است. در خداجویی که به ناچار میباید به خدا خویی بیانجامد،
سه گذار بزرگ فراروی رهرو رازآموز خداجوی است. یکی گذار به خدایی است یا گذار از خلق به حق یا گذار از من به او. این گذار نخستین در هوشیاری و آگاهی انجام میپذیرد که رهروان راز اون رو صحو مینامند با ساد و هی جیمی. در این گذار گاهی رهرو او را مییابد هنگامی که من را فرو مینهد. این را حال میگویند. سپس میرسد به گذار دوم، گذار در خدایی یا از خدا به خدا، از او به او، از حق به حق. این گذار یک سر در مستی، بیهوشی، شگفت زدگی، خودباختگی انجام می شود. ما در گذار نخستین با خودیم، پس به ناچار بی خداییم. در گذار دوم با خداییم، پس به ناچار بی خودیم. در گذار سومین در همون هنگام که با خداییم، با خود هم می توانیم بود. اون را هوشیاری دوم می نامند یا سهو ثانی. گذار نخستین در پراکندگی، تفرقه می گذرد. گذار دومین در محو، در جمع. از همین روی گذار سوم را جمع الجمع می نامند. دکتر، در این مراحل گوناگون که اشارتی داشتید، سهم شما در زیست جاری از این مستی، از این شوریده وشی، پریشان احوالی، لمحه ای از طور و موسا، از چنین لحظاتی چه بوده؟ سهم شما چقدر به تجربت نشسته اید؟ پاسخ را باید شما از دیگران بشنوید، زیرا اگر اون سرمستی، اون شوریدگی، اون بیخیشتنی، اون خودباختگی در من باشد، اون را آزموده باشم، نیازیم به گفتن نیست. در سرزمین های مانند ایران که نه سخت سردند، نه بسیار گرم، اگر شما پاره شیشه ای کوژ داشته باشید، اونچه اون را ذره بین می نامد، اون ذره بین را در برابر پرتوهای خورشید بگیرید، چه رخ می دهد؟ این پرتوها از پراکندگی می رهند، همسوی و همگرای و کانونی می شوند. با همون پار شیشه خرد می توانید این اتاق، این ساختمان، شهر تهران را به آتش بکشید. خاموشی همگرایی است، گفتار واگرایی. ما تنها زمانی
روی به گفت می آوری که ناچاری. در پاسخ به پرسش قبلی من، خاموشی را خوشتر می داشتید. بگذارید که طرح موضوع کنم، به شکل دیگری، به سان دیگری بپرسم که کجاهای زندگی همشانه می ایستید با غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زه هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. ناگفته پیداست در هر جای در زندگانی که به تعلق برسم. پیداست که من از اون کسان نیستم که هر بندی را بتوانم گسیخت، اما هر جای که بتوانم از بندی بگریزم، یا اگر بندی به هر شیوه بر من بسته شده است اون را بگسلم، دریغ نخواهم کرد. ما همه بندیان خوی کردگی های خیشتنیم. گسستن این بندها کاری آسان نیست. دو گروهند که بر این بندها بر می شورند، می کوشند آنها را بگسلند. یکی نهانگرایانند، خداوندگاران دل، جویندگان راز، رهروان. دو دیگر می انگارید کیانند، گمانزد دشوار نیست، هنرمندان. هنرمند راستین سرشتین، نه کسی که خود را به هنر باز بسته است. از همین روز که هنرمندان رفتارهای دیگرسان دارند، به گونه ای میزیند که همگان نمیپسندند. هنرمندان بزرگ را خرد باخته روان نژند، دیوانه گاه خواندند، یا دست کم نابهنجار، شیفتگونه. چرا؟ چون هنرمند بند را بر نمیتابد. چون بند را بر نمیتابد، شگفتی میآفریند. هنجارها را در هم میریزد. به گفته خواجه بزرگ، طرحی نو در میافکند. آسمانه آسمان را فرو می شکافد. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. غایت آمال و نقطه عطف آرزو از دریچه نگاه میر جلال الدین کزازی چیست؟ کجاست؟ برای من براستی دشوار است که تنها یک آرمان را برگزینم. اگر ناچار به چنین کاری باشم، اون آرمان این است که بتوانم داد آنچه را هستم به شایستگی بدهم، بتوانم به گونه ای باشم که بشایدم انسان نامیدن. اما آرمانهای دیگر هم دارم.
آرمان دیگر من پس از انسان بودن در معنای راستین واژه هر کس بر دو پای ایستاده استوار راه می رود انسان نیست، مردمی انسانیت به خوی و خیم، به منش و کنش باز می گردد. آرمان دوم من ایرانی بودن است. من پروا ندارم از آن که بگویم در چشم من ایرانی برابر می افتد با انسانی، ایرانی راستین سرشتین، نه کسی که در جغرافیای ایران می زید. آن ایرانی که شایسته این نام بلند بهین ورجاوند است، اون ایرانی که من می جویم و می ستایم، اون ایرانی که برابر است با انسان، شهروند این سرزمین است. چون در بهترین کشوری که مزدا آفریده است می زید، به ناچار بهترین باشنده جهان هم خواهد بود. میانگارم شاید با این سخن این گفتگوی را می سزد یا می باید که به فرجام آورد. سپاس و احترام برای شما که به گفتگوی تنهایی آمدید، به گاه و به قاعده سخن گفتید، قدم رنج فرمودید. ممنونم. خدا نگهدار. گفتگوی تنهایی دیگر است دوست گرامی، در خاموشی است نه در گفتار، هرچند نام برنامه شما گفتگوی تنهایی است. اون را به مروا و فال نیک میگیریم اگر بدین گونه باشد که بینندگان و شنوندگان را به این گفتگوی، گفتگوی در تنهایی، فرا بخوانیم و برانگیزیم. چون این باد ایدون باد.